تجربه ثابت کرده خیلی وقتا زبان آموزایی که نمیتونن به درستی صحبت کنن یا فکر میکنن توی زبان انگلیسی مشکلی دارن، در واقع مشکل زبانی ندارن. اونها به درستی مفاهیم گرامر رو متوجه میشن و دانش لغت بسیار بالایی دارن. حتی درک مطلبشون هم عالیه و هیچ مشکلی توش ندارن. اونا فقط و فقط یه مشکل دارن که ممکنه خودشون ازش بیخبر باشن، اما این مشکل انقدر مهمه که میتونه تمام دانش زبان شما رو زیر سوال ببره. اون مشکل چیزی نیست جز اعتماد به نفس. سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدئوی دیگه از کانال سعید گنج انگلیش در خدمتتون هستم. همونطور که متوجه شدید، امروز میخوام در مورد موضوع بسیار مهم و حیاتی و کاربردی اعتماد به نفس صحبت کنیم. قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم، ازتون خواهش میکنم اگر کانال من رو سابسکرایب نکردید، این کار رو انجام بدید و همینطور اون زنگوله کنار دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا ویدیوهای من به محض آپلود شدن برای شما نمایش داده بشن. همینطور اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید توی کامنت ها به من بگید و با لایکتون میتونید به من انرژی بدید. خیلی ممنونم. بریم سراغ موضوع امروزمون. من توانش رو ندارم، من استعداد ندارم، نمیتونم، امکان نداره، از پسش بر نمیام. شما اگر این عبارت ها رو به هر کسی در اطرافیانتون بگید، در واقع دارید اون رو میکشید. به نظر من این عبارت ها دقیقا مثل یک تلسمن جلوی زبون و جلوی چشم شما رو میگیرن و باعث میشن نذارید تمرکز کنید. حالا تصور کنید شما هر روز این عبارت ها رو توی ذهنتون مرور میکنید و دارید این حرف ها رو به خودتون میگید. چه بلایی سر اعتماد به نفستون میاد؟ معمولا رسم زمانی که میخوان در مورد یک اصطلاح توضیح بدن، اول به معنای دیکشنری اون کلمه یا عبارت مراجعه میکنن. دیکشنری مریم وستر در مورد کلمه اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس به ما میگه اعتماد به نفس اون باور و اعتمادی هستش که شخص به توانایی های خودش داره. اعتماد به نفس چیزی نیست که کسی اون رو ما هدیه بده. اعتماد به نفس چیزی که ما باید خودمون اون رو به دست بیاریم. همه ما میدونیم که یاد گرفتن زبان دوم تقریبا کار سخت و پرچالشیه. پس کسایی که تونستن زبان دوم رو به خوبی فرا بگیرن و یا حتی زبانهای سوم و چهارم رو یاد بگیرن، به نظر من فقط یک فاکتور برتری نسبت به بقیه داشتن. اون عقل و هوش و استعداد نیست، فقط و فقط اعتماد به نفسه که اینجا تعیین کننده است. اونا به توانایی های خودشون باور داشتن و ایمان داشتن که همونطور که زبان اول و دومشون رو یاد گرفتن، میتونن زبانهای بیشتری رو هم یاد بگیرن. یه نکته خیلی مهم در مورد زبان به طور کلی این هستش که شما اگر بتونید نمود بیرونی زبان، یعنی مکالمه و صحبت کردن خودتون رو تقویت کنید، در واقع تونستید بیش از نیمی از راه رو طی کنید. البته این نکته رو باید بدونیم که تقویت مکالمه چیز راحتی نیست. پس باید واقع‌گرا باشیم و بدونیم که ما توی یک مسیر سخت قرار گرفتیم. مسیری که داریم به یک جنگ میریم و اون جنگ هم چیزی نیست جز جنگ با خودمون. یعنی ما اگر بتونیم خودمون رو قانع کنیم و بتونیم خودمون رو راضی کنیم توی این مسیر و به هدف و نتیجه که بهش میرسیم ایمان داشته باشیم، تونستیم این جنگ رو ببریم. برای رسیدن به این اعتماد به نفس باید روی خودمون کار کنیم. باید این تفکرات سمی و بیمار رو از خودمون دور کنیم و بذاریم که اون خود واقعیمون و اون اعتماد به نفس حقیقی ما نمود پیدا کنه. من توی این ویدیو میخوام بهتون یه سری راهکار ارائه بدم که اختصاصا در رابطه با یادگیری زبان میتونه بهتون کمک کنه و هر کسی بنا به ویژگی‌های شخصیتی که داره میتونه از هر کدوم از این راهکارها برای تقویت اعتماد به نفسش در یادگیری زبان و به خصوص مکالمه زبان انگلیسی استفاده کنه. اولین نکته اینه که منتظر معجزه نباشید. مکالمه را از خودتون شروع کنید. جلوی آینه بایستید و مکالمه کنید. بلند صحبت کنید و حتی داد بزنید. این کار باعث میشه که ترس صحبت کردن شما بریزه. این کار باعث میشه که شما زمانی که میخواید صحبت کنید دیگه با یک ولوم خیلی پایین حرف نزنید. باعث میشه که شما اون اعتماد به نفس رو داشته باشید و بدونید که میتونید بلند صحبت کنید و مفهوم خودتون رو برسونید. از صحبت کردن نترسید. خیلی از زبان آموزا دانش زبانی بسیار بالایی دارن، پتانسیلشون بسیار بالاست، اما فکر میکنن اگر دست و پا شکسته صحبت کنن باعث خجالته. فکر میکنن سایر زبان آموزا دانش زبانی بالاتری دارن و این باعث میشه وقتی اونها صحبت میکنن بقیه مسخرهشون کنن.
یادتون باشه تا صحبت نکردید متوجه نمیشید که اشکالات کارتون کجاست. پس باید صحبت کردن رو شروع کنید. مثل یک بچه گوش کنید، تکرار کنید و سعی کنید لهجه و شیوه صحبت اون شخص مد نظرتون رو یا نیتیو اسپیکرها رو تقلید کنید. این کار باعث میشه به مرور زمان اعتماد به نفستون بالا بره. در کنار اون صحبت کردن جلوی آینه و بلند صحبت کردن هم باعث میشه شما یک حس خوب نسبت به صحبت کردن خودتون پیدا کنید. لبخند زدن رو فراموش نکنید. شاید ساده به نظر برسه اما تحقیقات علمی نشون داده زمانی که شخص میخواد یک مفهوم رو منتقل کنه با لبخند زدن و با روی خوش میتونه اون مفهوم رو خیلی بهتر منتقل کنه و شخص مد نظر رو قانع کنه. چرا از این به عنوان یک وسیله برای پیشبرد کار خودمون استفاده نکنیم؟ زمانی که میخواید انگلیسی صحبت کنید لبخند بزنید. این کار باعث میشه که انرژی مثبتی به طرف مقابلتون منتقل بشه و به این شکل فرد مقابل هم شما رو بهتر درک میکنه. موقع صحبت کردن آرامش داشته باشید. آرام صحبت کردن باعث میشه که شما مطمئن‌تر و قابل اعتمادتر به نظر برسید. خیلی از سخنران ها حتی کسایی که زبان انگلیسی زبان مادریشون هست موقع سخنرانی های مهمشون آرام صحبت میکنن، چون این کار باعث میشه نفوذ صحبتشون در طرف مقابل هم بیشتر بشه. وقتی طرف مقابل بهتون اعتماد کنه قطعا میتونه حرف شما رو بخره. علاوه بر این آرام صحبت کردن باعث میشه که شما یه زمانی به خودتون بدید تا فرصت فکر کردن به مطالبی که میخواید بگید رو هم داشته باشید. پس این هم یک وسیله است که به وسیله اون میتونید به اعتماد به نفس خودتون کمک کنید. همیشه پیش خودتون از جملات و عبارات مثبت استفاده کنید. تجربه ثابت کرده زبان آموزایی که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستن توی مسیر یادگیری زبان سردرگم میشن و نمیتونن توی جمع اونطور که باید و شاید خودشون رو بروز بدن. یادتون باشه آموختن زبان دقیقاً مثل یاد گرفتن رانندگیه. شما اگر گواهینامه داشته باشید اما رانندگی رو تمرین نکنید باعث میشه بعد از مدتی آموختهاتون فراموش بشه. پس ببینید شروع اعتماد به نفس از درون خودتونه. شما باید با این روش‌ها و با این شیوه‌ها خودتون رو قانع کنید و خودتون رو به این اطمینان برسونید که میتونید این کار رو انجام بدید. پس همیشه باید این عبارات و اعتقادات و مفاهیم مثبت به خصوص موقع انگلیسی صحبت کردن همراهتون باشه. هیچ موقع اونها رو فراموش نکنید. همیشه حواستون به نقاط قوتتون باشه. قطعا شما در پروسه یاد گرفتن زبان انگلیسی نقاط قوتی دارید. اگر یکم فکر کنید میتونید اونو در خودتون پیدا کنید. نقاط قوتتون رو یادداشت کنید. با استفاده از نقاط قوتتون یه سری تمرینات انجام بدید. عبارتهایی رو بر مبنای نقاط قوتتون در زبان انگلیسی بنویسید و هر روز اونها رو مرور کنید و هر چند وقت اونها رو بروز کنید و آپدیتشون کنید. این کار باعث میشه توی یک محدوده‌ای که نقطه قوت شماست قوی بشید و توی اون زمینه اعتماد به نفس عالی داشته باشید. اون وقته که خواهید دید این موضوع با موضوعات دیگه هیچ فرقی نمی‌کنه. فقط و فقط کافیه یکم تمرین کنید و اون وقته که اعتماد به نفس خودش رو نشون میده و باعث میشه مکالمه شما یک جهش فوق‌العاده داشته باشه. همه ما یه سری سریال و فیلم‌های تلویزیونی رو دوست داریم یا ممکنه عاشق نگاه کردن یه سری کلیپ‌ها تو یوتیوب باشیم. بیام این سری زمانی که داریم این فیلم‌ها و این ویدیوها رو تماشا می‌کنیم یکم با دقت بیشتری اونها رو ببینیم. یکم اینا رو عقب بزنیم، عبارت ها رو تکرار کنیم و ببینیم از توش میشه چیز خوبی گیر آورد. حتی میتونید از زیرنویسش استفاده کنید. چون موضوع اصلی یعنی اون ویدیو رو دوست داریم، پس این کار هم برای ما میتونه لذت بخش و سرگرم کننده باشه. هرچی شما خودتون رو در معرض داده های بیشتری از زبان انگلیسی قرار بدید به همون نسبت فهم شما و صحبت کردن شما هم بهتر میشه. پس هر چقدر که بیشتر درگیر این ویدیوها، فایل‌های صوتی و آموزشی بشید خواهید دید که بعد از یه مدت اون چیزایی که قبلا براتون گفتنش سخت بوده الان خیلی راحت داره به زبونتون میاد. پس تمرین کردن به این شکل رو فراموش نکنید. واقعا دیدن فیلم و سریال، فایل‌های صوتی، پادکست‌های مختلف معجزه می‌کنه. یادتون باشه قبلا هم بارها تکرار کردم هر چقدر که فهم و مهارت شنیداری شما قوی بشه به همون نسبت سپیکینگ شما هم پیشرفت میکنه. پس این کلید پیشرفت مکالمتونه.
همیشه تنها تمرین کردن سخته، به خصوص اگر یک پدیده اجتماعی مثل زبان باشه. پس سعی کنید همیشه کسی رو همراه خودتون داشته باشید. کم پیش میاد کسانی که میخوان زبان بخونن نتونن کسی رو با هدف مثل هدف خودشون پیدا کنن. معمولا توی اطرافیان، توی خانواده، توی دوستان، توی همکلاسیامون کسایی هستن که میتونن با ما همراه بشن و زبان انگلیسی رو تمرین کنن. بچه هایی که آیلتس و تافل میخونن چون واقعا یاد گرفتن مکالمه و بالا بردن سطح مکالمه براشون حیاتیه، همیشه این کار رو انجام میدن. یعنی جمعی رو تشکیل میدن که هر وقت همدیگر رو دیدن باید انگلیسی صحبت کنن. این یکی از رازهای موفقیته، به دلیل اینکه شما علاوه بر صحبت کردن میتونید فیدبک بگیرید. وقتی بازخورد شخص مقابل رو ببینید، اون وقته که میتونید به اشتباهات خودتون پی ببرید و با تصحیح اون اشتباهات طبیعتاً پیشرفت در مکالمه حاصل میشه. مطالعه کردن معجزه میکنه. یادتون باشه مطالعه کردن معجزه میکنه. مهم نیست شما چی میخونید، رمان میخونید، کتاب داستان میخونید، مجله میخونید، توی اینترنت مطلبی رو مطالعه میکنید، هیچ فرقی نمیکنه. هر روز 20 تا 30 دقیقه رو به مطالعه کردن اختصاص بدید. سعی کنید با صدای بلند بخونید. اینجوری علاوه بر درک مطلب میتونید تلفظ کلمات رو هم تمرین کنید. اگر دیدید توی تلفظ کلمه‌ای مشکل دارید، حتما به دیکشنری مراجعه کنید. اما یادتون باشه مراجعه کردن به دیکشنری نباید شما رو از هدف اصلیتون باز بداره. یعنی شما نباید انقدر درگیر معانی مختلف بشید که اصلا اون هدفتون که تمرین کردن و خوندن متن و تلفظ کلمات بوده رو فراموش کنید. بعد از یه مدتی خواهید دید که چقدر صحبت کردن شما و تلفظ کردن کلمه ها براتون راحت شده. اونجاست که متوجه میشید مطالعه و خوندن متون مختلف چقدر میتونه به تقویت زبانتون کمک کنه. باور کنید وقتی ببینید دارید متن رو روان میخونید، اعتماد به نفستون از 0 to 100 میرسه. اینو امتحان کنید، بهتون قول میدم تصویرشو ببینید. و اما حرف آخر این که اشتباه کردن بخشی از پیشرفت کردنه. شما هر بار که اشتباه میکنید یعنی دارید یک قدم به سمت موفقیت پیش میرید. پس از این به بعد به جای ترس و سرزنش خودتون با دید منتقدانه به اشتباهاتتون نگاه کنید. سعی کنید ازشون درس بگیرید و از اونها یه پل بسازید تا به هدفتون نزدیکتر بشید. اگر میبینید جمله‌ای که دارید در موردش صحبت میکنید یا مفهومی که میخواید بیان کنید کمی پیچیده است و نیاز به جملات پیچیده داره، صبر کنید، با آرامش، با لبخند و روی خوش یک نفس عمیق بکشید. کمی به خودتون و ذهنتون فرصت بدید که خودشو بازیابی کنه و دوباره ادامه بدید. یادتون باشه حتی کسانی که زبان انگلیسی زبان مادریشون هست یا به عبارتی نیتیو سپیکرها، اونها هم اشتباه میکنن. پس اشتباه کردن جزئی از پروسه یادگیریه. هیچ وقت خودتون رو به خاطر اشتباه کردن سرزنش نکنید. و اما نکته خیلی خیلی مهمی که دیگه میخوام در پایان ویدیو بهتون بگم این که تمام این مطالبی که شنیدید و گوش کردید نکاتی هستن که همه ما اونها رو میدونیم. میدونیم اعتماد به نفس خوبه، میدونیم مطالعه کردن خوبه، میدونیم تماشا کردن فیلم و سریال خوبه و و و. اما باید یادمون باشه تا کی میخوایم چیزای خوب رو بدونیم اما بهشون عمل نکنیم. یه روزی، یه جایی، تو یه نقطه‌ای باید به اون چیزهایی که اعتقاد داریم خوب هستن عمل کنیم. اگر بهشون عمل کنیم خواهید دید که نتیجه انقدر جذاب میشه که آرزو میکنیم ای کاش من مدت‌ها پیش به اونها عمل میکردم. پس ازتون خواهش میکنم نکاتی که توی این ویدیو گفته شد رو لااقل یکی دوتاش رو امتحان بکنید. اون وقت خواهید دید که بالا رفتن اعتماد به نفس یعنی بهتر شدن سطح زبان و مکالمه شما. اینو من بهتون قول میدم. خیلی ممنون که همراه من بودید. امیدوارم این ویدیو بتونه براتون مفید باشه و بتونید به نکاتی که در این ویدیو گفته شد عمل کنید و از نتیجهش لذت ببرید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و شاد باشید.